جنگ ایران عراق شروع کردن. قبل از اینکه جنگ ایران عراق شروع کنن عمرای ارتش ما رو کشتن، خردمانا رو نابود کردن که ایران ضعیف باشه حمله میکنن دشمن، درست مثل اوکراین. اما عمرای ارتش رو، افسران رو چندین هزار نفر رو اعدام کرده بودن، کشته بودن، اما چون بدنه ارتش شاهنشاهی وجود داشت، این بدنه ارتش شاهنشاهی ما سپاه و فلان اینا رو ساخت، آموزش داد، تربیت داد، کرد همون بسیجیار هم اونا رو، اینا رفتن جبهه جنگیدن، 8 سال ایران رو آزاد کردن. و همه الان من با بسیاری از بچه‌هایی که قهرمان بودن، سردار بودن، بجز این اراذل و اوباش مثل محسن رضایی دیگه که هستن، اونایی که واقعا می‌جنگیدن، من باهاشون دوستم، رفیقم، در تواصم، صدها نفرن اینا، صفحه و سایت هم دارن، از شاه پادشاهی هم حمایت کردن، شدید هم میزنن نظام جمهوری اسلامی رو. اینها بودن که تربیت یافته ارتش شاه بودن، چه اونایی که سربازی رفته بودن، چه اونایی که بعد ارتش اینا رو تربیت کرد. یکی از فرماندهان ارتش، عمرای ارتش، چندی پیش اومد این راز رو برملا کرد که آقا همه کارا رو ما کردیم، سپاه گذاشته به حساب خودش، این طفلی رو اذیت آزار کرده که ما الان نمیدونم ایشون کجا تشریف برن. یعنی چون اینا زیر فشار بودن مجبور بودن کاراشون رو پنهان بکنن. حالا این پنهان کاری ارتش شاهنشاهی ایران رو از صدام حسین نجات داد و صدام حسین رو بدار زد. دوم، اینا اومده بودن اگه یادتون باشه میگفتن آقا چون ما مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم، هیچ کس هم به اندازه سیاوش اوستا از نظر فکری، ایدئولوژیکی و تلاش‌های پنهان در رابطه با سقوط این نظام توی 43 سال کار نکرده. من از روز نخست حتی از به مجاهدین ایراد میگرفتم که شما چرا با اینا مماشات میکنید، اینا رو باید بزنید. بگذاریم آقای شرفشاهی، ولی ما خواهان حمله به ایران نیستیم که به ایران حمله کنن، مثل که الان عراق رو وجود شده در بداغون تیکه پاره دارن همدیگر میکشن، یا مثل که به اوکراین حمله کردن، مثل که به افغانستان. ما ایران نمیخواد. پس چون ارتش شاهنشاهی پنهان این رو نمیخواد و نخواسته، اینها پنهان و زیرکانه 43 سال ایران رو حفظ کردن با ذکاوت و زیرکی که در همه جا نفوذ دارن. یک نفوذ شما امشب به شما میگم، یک نفوذشون نفوذ دارن، قدرت در ارتش شاهنشاهی ایران. شعبانی که میاد تو میدون الکی نمیاد تو میدون. اینها بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد باز میخواستن به ایران حمله کنن. جورج بوش گفت ایران شیطان عکس مال یعنی بدی داره اونجاست. ما میخوام همه منتظر بودن، آماده بودن که به ایران حمله کنن. یهو دیدیم اینا رفتن افغانستان رو زدن. افغانستان که زدن کنار سربازای امریکایی همین نیروهای نظامی ایرانی بودن که طالبان اون موقع 20 سال پیش داغون کردن. باز گفتن ایران این دفعه دیگه میزنن، ژانویه میزنن، میزنن. یهو این دفعه رفت صدام حسین زد، عراق رو زد. همینطور زدن ها ادامه داشت تا اینکه وقتی که داعش رو ساختن، دو نفر دو سال قبل از داعش اعلام کردن که دارن اینا یه ارتش رو میسازن. یکی شادروان رفیق من و شما پرویز قاضی سعید بود و من، ما اعلام کردیم چه شر ارتشی دارن میسازن که میخوان به ایران حمله کنن. بعد اینها رفتن این جنگ رو به جای ایران در سوریه، عراق و ایران دست نخورده مون. همون موقعی که داعش داشت تموم میشد دوباره باز حمله به ایران مطرح بود، آمدن یمن رو ساختن با عربستان سعودی، ارتش شاهنشاهی ایران. آقای شرفشاهی عزیزم، استاد، اینجاست رو به قضیه. هنگامی که دیگه چند ماه پیش، 7-8 ماه پیش میگفتن دیگه این اسناد پیدا شده و اسرائیل هم در ایران نفوذ داره چه و چه، ایران رو میخوایم بزنیم، با عرب هم صلح شده در منطقه، ایران میخواد بمباران بشه، که این آقای الی کوهن رئیس سابق موساد هم امروز اعلام کرد گفت با خیلی ضربه زدیم به جمهوری اسلامی اما نتونستیم بهش حمله کنیم. خب حمله نکردن که ایران رو، یعنی پارشگاه رو بزنن، همون کاری که با سوریه اونا کردن که داغون شده و اوکراین کردن. اینجا ارتش شاهنشاهی چه ذکاوتی به خرج داد؟ این چهارتا گونده شپشو و که پشت خودشون نمیتونن بخارونن نیستن که ایران کردن. این ارتش شاهنشاهی پنهان در درون کشور اینها این بار اومدن برنامه و نقشه ریختن، همه به اوکراین و پوتین رو ترتیبش دادن، ولی شوربختانه یک مملکت، یک مردم ویران شد و این جلوگیری شد از حمله به ایران. آقای شهرتی یه فیلم داره 2 دقیقه است، آقای شرفشاهی شما ببینید اینا چجوری اونجا حمله کرد ارتش شاهنشاهی. یک آقایی هست به نام الکساندر دوگین، ایشون شما میشناسید، دخترش هم هفته پیش کشته شد در چیز، میگن مشاور پوتین و فیلسوف و تئوریسین اصلی ناسیونالیسم نوین روسیه است.
ایشون رهبر ارتدوکس هم هست، استاد دانشگاه در روسیه و در تهران هم هست و یک شخصیتیه که همه میگن این پوتینه، پوتین هر کار میکنه از این. حالا این فیلمی که میبینید، میبینید این آقا آدم ایرانه، مشاور پوتین هست، اما مچی و مرید ایرانه. خب الان هم شوربختانه یک مثل شپشی سادات تازی جنایتکار عادی، اون هم مثل ارتشیای ما، مثل زرتشتی ما که داخل ایران هستن، باید بگن آره اسلام خوبه، اون خوبه، اینه اینجوری میکنه. این فیلم دو دقیقه است، شما ببینید که این بابا که همه کاری پوتینه، از تانک این اینو تحریکش کردن، این رفت به پوتین گفت، حمله کردن به اوکراین که حمله به ایران صورت نگیره. و الان من بهتون میگم با حمله به اوکراین این حرمزاده رو اگه ما زود نندازیم از قدرت، ما باید اینا رو بندازیم الان که شهبانی اومده تو میدون، وگرنه اینا 100 میلیارد دلار در سال پول ایران از آمریکا برجام رو امضا میکنن، نفت و گاز الان اروپا احتیاج داره، نمیتونه از روسیه بخره، از اینا میخره. برای همینه که من اعلام کردم که ارتش پنهان شاهنشاهی زنده است، سرجاست، سرپاست، با ماست و ما همه کلک ها رو نابود میکنیم. شما ببینید همین سند دو دقیقه رو آقای شرطی عزیز اگه میتونم بذارم فیلم رو، بله فیلم رو نگرفتین؟ فیلم الان دارن. شهرفشای مهم یارو روسه مشاور پوتین میره توی سالهاست میره توی راهپیمایی کربلا 40 شرکت میکنه، صحبت میکنه، میگه تشیع آریایی، ما آرمان ما ارتدوکس ها اینه که این بشه. یعنی یک بازی استعماری و اینها از کانال اینچ که سمپاتی نشون میداد، اینها همچنان که میدونید نفوذ ایران در سرویس های اطلاعاتی دنیا، یعنی ارتش شاهنشاهی، اگر ما این بار نتونیم این نظام رو ساقط کنیم، اعلام کردم بهتون ارتش شاهنشاهی پشت سر مردم، مردم نیز بایستی همراه بشن. گول اینهایی که سادات تازی پنهان بودن، ارتش شاهنشاهی پنهان داشتیم، سادات تازی پنهان هم داریم. آقای شرفشاهی اینایی که تازگی اومدن به شهبانو انتقاد میکنن، حمله میکنن، ما میبینیم مجاهدی که رفته زندان میاد میگه آقا زندان نوش جانم، من از شاه عذر میخوام. بعد اینهای دیگه که ادعاهایی داشتن دارن، میبینیم آقا اینا پنهان با نظام من اومده بودن کنار ما وایسن، مثل همین آقایونی که میدونیم که یه سر بزنگاه بخوان بهره ببرن. فکر میکنم برای این آقای الکساندر دوگین هست که آقای شرفشاهی استاد نازنین میبینیم که تعریف و تمجید داره میکنه از تشیع توی راهپیمایی 40 هست و دفعه اولش هم نیست. حالا عکسا میاد میره ببینید هر سال شرکت کرده، مشاور پوتینه، پوتین از ایشون درس میگیره. تحقیق کنم دوستان میبینن دخترش هفته پیش به جایشون کشته شد، از یه فستیوال اومده بود دونه سوار ماشین شد بره، رفت باباش از اون جلوتر ورداره تو راه ماشین منفجر شد. اسم دخترش جناب شرفشاهی بود، دریا اسم ایرانی، چون عاشق ایران دو هست. اینا میگن مینویسن داریا اسم مرده، اونم پارسیه باز، ولی دریا بود اسم دخترش، کشته شد 29 ساله. و از کانال این ارتش شاهنشاهی ایران برای که جلوگیری کنه از حمله به ایران، که ایران نابود چه مثل اوکراین بشه، مثل عراق بشه، مثل چه بشه، و اوکراین حمله شد و الان موقعشه که نظام از بین بره. یعنی الان اگه نظام از بین نره، با این امکانات وسیعی که در رابطه با جنگ اوکراین اینا به دست خواهند آورد و نزدیکی، الان یه نکته دیگه من بگم تو پرانتز، الان اینا دارن با سعودی هم صلح میکنن، یه سری کوتاهی های اومدن و از طریق عراق، این همین بیزی که ما میبینیم در عراق صورت گرفت. نمی شرفشاهی چون مقتدی صدر از زمان صدام حسین بعثی و هوادار اشیایان صدامی بود و سعودی،
اینها یک ایشون دلارای سعودی رو میگیره بحث میکنه، اون هشت شبی و اینا دلارای من و شما رو بحث میکنن. بعد اینها تو معادلات نوینی که میخواد رقم بخوره. ما اگر میخوایم این معادلات رو به هم بزنیم، الان بهترین موقع است که شعبانو که اومده تو میدون، چون شعبانو هم درود دارم به این زن دلیر و شجاع، تنهاست. فقط تنها چیزی که در جهان داره شعبانو، یکی از این خواننده ها میگفت من که کسی رو ندارم جز مردم. مردم ایران الان با شعبانو هستن اکثریت، یک عده که میان چیزی میرسن عادات تازی حزبی هستن. و پنج زن رعنا و پسر شاهزاده رضا پهلوی که سخنگوی بسیار خوبی است برای این شهریاریه که ایشون شهریاره، چون ایشون نایب السلطنه بوده شاه. الان نواهای ایشون 4 تا نوه داره و فرهناز عزیزم که درود دارم این دختر که فرهنازم مظلوم مونده. این خانواده زیبا مردم ایران شما میخواییم و با خرد و خردمند شعبانو زمان پادشاه هم خودش جناب شعبانو میدونید یه بنیادی داشت. این بنیاد خودش تشکیلات دولتی بود، مدیریت بلد شعبانو. شعبانو الان توی 43 سال ببینید چه مدیریت قشنگی کرده، هر سال 2-3 تا مصاحبه خیلی خوب، بعد الان با یک تلویزیونی که تقویتش کرده میکنه چه اطلاعات خوبی، خاطرات و همین رضا شاه رویت‌شاد. از جمله‌ای که من به شما بگم، رضا شاه رویت‌شاد که همینجوری در نیامد یهو تو هوا، اینا من و یارانمون در ایران جناب شرف‌شاهی 20 جلد کتاب رضا شاه تو ایران چاپ شد، 20 جلد مال غنی، مال داوود بهبودی، مال شخصیت های دیگه به نام رضا شاه. در ایران فیلم های سینمایی ساخته شد 30 ساعت چند تا قرض گفته می شد، اما 2 دقیقه نشون داد که رضا شاه آخونده رو کتک می زنه. 12 تا فیلم اینجوری ساخته شد توی این سالا. ارتش پنهان، ارتش و دولت پنهان شاهنشاهی در ایران فعال بوده. در کاخ نیاوران موزه شهبانو فرح رو بچه ها ساختن. این است که مردم میخواین ایران آزاد بشه، بایستی بیرین تو صف و از ارتش شاهنشاهی به رهبری شعبانو حمایت. گازی که اونجا هستش داره تولید برق میکنه و برق و جمهوری اسلامی سال هاست که به عراق قرض میداد و اونجا پول میگره. الان اون تلاش داره میکنه که از طریق این گاز خودش رو نجات بده و به هر حال این مثلا الان یه بحرانی در داخل عراق هست، برای اینکه اینا نمیخوان که اینا مسائل گازشون و درآمدهای گازی اونجا پیشرفت پیدا بکنه، حتی به کردستان عراق هم ماجرا کشیده. بله جناب استاد شرفی، من تازه ترین رویداد روی که برای عراق است با آقای شما مهربانیار و بیلندگان نازلین برسونم. مقتدا سعد اعلام کرده بود رفت بست نشست و خیلی گفتن رفته ایران، نرفت ایران، همونجا بود. گفت که آقا بکشین از منطقه سبز بیرون، یعنی به نیروهای خودش، چون نیروهاش از دستش ده رفته بودن، زد میزدن و میکشتن. چون نیروها همشون حیوری چون ولی هشت شبی یا این سرای السلام، اینا دوتاشون دلاری هن، دلارای عربستان سعودی و ایران است که مردم گرسنه رو تفنگ میده دستش میره تو خیابون. هر دوتا هم شیعه هستن. جالبه که شیعه ها به جون هم افتادن و تا حالا 30-40 نفر هم 50 نفر کشته شدن. اعلام کرد که شما بکشید بیرون. اول گفتید برید منطقه سبز رو بگیرید، یعنی منطقه اصلی حکومت که سفارت امریکا و کاخ نخست وزیر ریاست جمهور اونجا. اینا تا وارد شدن اونجا رو گرفتن، یهو از اون پشت میس که قرارداد رو بستن، اینا اعلام کرد که آقا بیاین بیرون، اگه نیاین بیرون من از حزب خودم میام بیرون استعفا میدم، بیاین بیرون من دیگه استعفا دادم، اصلا دیگه سیاسی هستم، کار نمیکنم. اینا اومدن بیرون الان و حکومت نظامی در عراق جناب شرفشاهی لغو شد و الان تمام شهرها خالی است. خوشبختانه با مهر یزدان پاک این جمهوری اسلامی ندونست امسال 40 بره الکساندر قرهار هم با خودش بره، اون نادر طالب زاده شونه که کشتن رفت. یعنی الان جریان عراق جناب شرفشاهی فیصله پیدا کرد، چون مقتدی سعد یه آرتیست درجه 1 هست، من میشناسمش،
باباشو میدونه صدام کشیدن با صدام کار میکرد. همه چیز الان رو دلاره، کیسه های دلار رو بیارن قضیه حله. حالا الان عراق حکومت نظامی که در شهرها برقرار کرده بود برداشت، مقتدی صدر هم از منطقه سبز نیروهاش اومدن بیرون با اینکه کشته و تلفات داده بودن و خلاصه حالا باید ببینیم از فردا دولت چطوری تشکیل میشه جناب شرفشاهی در عراق. بله امیدواریم که ماجرا به